دوستان عزیز بهتون سلام میگم مخصوصا به عزیزانی که دارید صحبت های ما رو در مورد پیشدانی خدا دنبال میکنید دو هفت دو تا ویدیوی گذشته رو که گذاشتیم مدت طول کشید تا امروز این فرصت رو پیدا کنم امروز هم روز شنبه است حوصله من توی خونه سر رفته بود گفتم یا محل کار هم یک فرصت رو برای خودم برای مطالعه داشته باشم و هم امروز شد که این رو خدمتون با همدیگه صحبت بکنیم ارزم به خدمتون اگر یادتون باشه داریم, داریم در مورد چهار تا دیدگاه متفاوت در مورد پیشتانی خدا صحبت میکنیم برگرفته از کتاب دیواین فور نالج که چهار نویسنده مختلف که هر کدوم دیدگاه گوناگونی رو مطرح میکنن و بعد از مطرح کردن دیدگاه خودشون صحبت های همدیگر رو در این بخش نقد میکنن رو داریم دنبال میکنیم و اولین بخش رو که نگاه کردیم در مورد دیدگاه اوپنتیزم بود که گریگوری بویدون رو مطرح میکنه اگر آشنا نیستید با این دیدگاه ویدیوهای قبلی رو نگاه بکنید تا یک تصویر از این آموزه داشته باشید حالا بعد از نگاهی که گریگوری بوید به پیشدانی خدا داشت و میگه که خدا پیشبینی میکنه و نبوت میکنه در مورد یک سری وقایعی که برای ملت ها اتفاق افتاده وقایع کلی که به وقوع پیوسته از اونها صحبت میکنه توی کتاب مقدس و بعد پرسش دیگه این مطرح میشه و میگن که پیشگویی ها و نبوت هایی که در مورد اشخاص مشخص مطرح میشه رو چطور این رو توضیح میدید اگر یادتون باشه دلیلی رو گریگوری بوید مطرح کرد توی کتابش که هفته گذشته یا توی ویدیو گذشته خدمتون گفتم و اون دلیل این بود که ما میتونیم رفتارهای جمعی رو پیش بینی بکنیم اما رفتارهای انفرادی اشخاص قابل پیش بینی نیستند و بر اساس این صحبت و این مثال سعی بر اثبات دلیل و نظریه خودش داشت یا دیدگاه خودش داشت و میگفت که خدا در مورد یک واقعی در آینده میتونه پیش بینی بکنه ولی در مورد وقایع جزئی که حاشیه‌ای هستند نمیتونه پیش بینی و یا دانش کاملی رو داشته باشه و اینجا صحبت سر مسئله اشخاص مطرح میشه که بنابراین ما چطور میتونیم این مسائل رو توی کتاب مقدس توضیح بدیم وقتی که خدا نام یوشیا رو پیش از تولدش اسم گذاره میکنه و یا نام کوروش رو پیش از تولدش بر روی اون میگذاره و بعضی از فتوحات و موفقیت کوروش رو توی کتاب مقدس مطرح میکنه اینا رو چطور میشه فهمید ما توی کتاب مقدس اول پادشان باب 13 یک و 3 یک تا 3 اشعیا 45 باب 1 در مورد کوروش و قبلش در مورد یوشیا داریم که این رو مطرح میکنه حالا خود گریگوری بوید بر از اینکه این مشکل رو بیان میکنه و به نظر بعضی ها این صحبتی رو که مطرح میکنه یا مثالی رو که پیشتر آوردن در مورد پیش رفتارهای جمعی و غیر رفتارهای انفرادی که غیرقابل قابل پیش هستن به نظر این دیدگاه خودش این دلیل خودش داره به یک نوعی بر ضد صحبت خودش عمل میکنه اینطور توضیح میده البته قبل از اینکه من بیشتر جلو رو بیارم بگم که من معتقد به دیدگاه اوپن نیستم و اون رو به نظر بنده غیر کتاب مقدسیه ولی نکته های خیلی جالبی داره که باید واقعا روش تفکر کرد و بدونیم به خاطر چی میتونیم اونها رو و چگونه میتونیم اون رو ردش بکنیم ارزم به خدمتتون که اینطور توضیح میده گریگوری بوید در مورد این ارزم به خدمتتون انتقاد و میگه که ما داستان یحیای تعمید دهنده هم توی کتاب لوقا داریم که به همین گونه نام او میبینیم که پیش بینی میشه توی کتاب مقدس و میگه که اجازه بدید اینطور این مسئله رو توضیح بدیم که خدا این آیات به ما اینطور نشون که خدا حاکم بر دنیا و حاکم بر تاریخه و بعضی از وقایع رو همون که صحبت قدیمی خودشه توی قبلا هم این رو گفتم که این گونه این رو بعضی از مسائل بعضی از آینده رو خودش مقرر میکنه با آن که خودش خوشنود هست و میخواهد اتفاق بیفته اما این تقدیر آینده در بخشی از قسمت ها و به صورت محدود نمیشه چنین نتیجه گیری کرد که تمام آینده تقدیر شده یه تمام آینده رو خدا مقرر کرده و اون رو از پیش تعیین کرده بنابراین تقدیر و تق... مقرر کردن بخشی از آینده به معنای تمام آینده نیستش که به دست خدا مقرر و معین و تعیین شده باشه این رو بعد این گونه نگاه کرد و بعد اشاره میکنه به داستان پتروس اگه یادتون باشه پتروس سه بار مسیح رو انکار میکنه و مسیح این انکار پتروس رو پیش بینی میکنه و میگه که تو منو سه بار انکار خواهی کرد و میگه که حالا میخواد پیش بینی مسیح رو از انکار پتروس که یک رفتار شخصی و انفرادی هست اینطور توضیح بده و میگه که شخصیت انسان بعد از مدتی که در زندگی رشد میکنه شکل میگیره و حرکات و رفتارش خیلی راحتتر قابل پیش بینیه رفتارهای ما و تصمیمات ما شخصیت ما رو شکل میده بعد از اینکه شخصیت ما شکل گرفت بیشتر رفتارها و ش... کارهای ما قابل پیش بینیه و خدای دانا خیلی بهتر از ما شخصیت ما رو میدونه بنابراین خیلی بهتر از ما میتونه رفتارها و کردارهای ما رو در آینده که اتفاق میفته و تصمیماتی که در آینده میگیریم رو به راحتی پیش بینی بکنه و بعد اشاره میکنه که این منظور این نیست که تمام تصمیمات و رفتارهای ما در آینده قابل پیش بینی خواهند بود اما عمده ما بر اساس شخصیت شکل گرفته ما انجام میشه بنابراین اگر مسیح پیش بینی کرد که پتروس رو سه بار انکار میکنه صرفا به خاطر این بود که شخصیت پتروس رو به خوبی میشناخت و میدونست که او در زیر فشار چنین رفتار مشخصی رو از خودش سر خواهد داد و انجام خواهد داد توی پایان صحبت های خودش توی این بخش که در مورد پتروس صحبت میکنه میگه خدا به صورت کامل از گذشته و حال با خبره آن چیزی رو که اتفاق افتاده و آن چیزی رو که در الان زمان حال اتفاق میفته به صورت کامل اون رو میدونه اما در مورد وقایع آینده بخشی از وقایع آینده آگاهه و میتونه اونها رو پیش بینی میکنه و این بخشی از وقایع آینده رو که میتونه پیش بینی میکنه دو بخش داره بخش اولش آن چیزهایی هستش که خودش مقرر کرده و بنا بر حاکمیت مطلق او اتفاق خواهد افتاد بنابراین این خیلی واضح و مشخص است که از اونها آگاهی داشته باشه و بخش دیگرش به خاطر این که ما ما رو میشناسه شخصیت ما رو میشناسه و شخصیت ما کردارهای ما رو برای خدا قابل پیش بینی کرده بنابراین بعضی از کارهای ما رو هم میدونه که در آینده چگونه انجام خواهیم داد و چه تصمیم هایی رو خواهیم گرفت تصمیماتی که به ناچار به خاطر واکنش شخصیت ماست بر وقایع و حوادثی که در محیط اطراف ما اتفاق میفته و بعد از صحبتی که در مورد پتروس میکنه برمیگرده در مورد یهودا یهودا اسخریوتی که مسیح رو انکار میکنه یا مسیح به مسیح خیانت میکنه اون رو لو میده صحبت میکنه و میگه که مسیح از پیش میدانست که یهودا به او خیانت میکنه یوحنا باب 6 اجازه بدید ببینم آیه درستی رو اینجا نوشتم آیه 64 میگه که ولی کم بعضی از شما هستند که ایمان نمی آورند زیرا که عیسی از ابتدا میدانست کیانند که ایمان نمیآورند و کیست که او را تسلیم خواهد کرد حالا اینجاست که این مقدار به نظر من مشکل ساز میشه میگه گریگوری بوید اینطور میگه که این دانش مسیح به این معنا نیست که اون از ازل یعنی مسیح از ازل و یا حتی پیش از اینکه یهودا در قلب خودش این تصمیم رو بگیره از تصمیم یهودا آگاه بود اگر اینجا میدانه که چه کسی است که به او تسلیم، ایمال نمیاره و کی است که او رو تسلیم میکنه دانش مسیح از تسلیم کننده و تصمیم خائن او که یهودا هستش به ازل بر نمیگرده و یا حتی پیش از تصمیمی که یهودا در قلبش انجام میده بر نمیگرده بلکه به سادگی میگه مسیح میدونه که یهودا خائنه به همین سادگی و میگه که یهودا میتونه چنین تصمیمی رو نگیره و اگر در عدالت عمل میکرد و در وفاداری ایمان باقی میموند مسیح به جای یهودا شخص دیگه رو انتخاب میکرد که با خیانتش کلام رو که از پیش نبوت شده بود به کمال برسونه اجازه بدید یوحنا باب 17 آیه 12 رو بخونم خدمتتون مادامی که با ایشان در جهان بودم من ایشان را به اسم تو نگاه داشتم و هر کسی که به من داده ای حفظ نمودم که یکی از ایشان هلاک نشد مگر پسر هلاکت تا کتاب تمام شود بنابراین خیانت خائنی که توی کتب وعدش داده شده یا نبوت شده توسط یهودا به کمال میرسه یهودا کامل, کامل کننده و های کتاب مقدس در مورد خائنی هستش که مسیر رو بهش خیانت میکنه میگه اگر یهودا مطابق اعمال خدا عمل میکرد و عادل میبود و ایمان خودش رو نگاه می و مسیح میتونست مسیح رو انکار نکنه بنابراین مسیح به خاطر به کمال رساندن چنین وعده‌ای در کتب اهدعتیق شخص دیگه رو انتخاب میکرد و شرایط رو مهیا میکرد اینکه این شخص آزادانه مطابق, مطابق شخصیت گناهکار خودش عمل بکنه و در نهایت مسیح رو انکار بکنه و بعد در ادامه میگه تمام نبوت هایی که پیرامون مرگ مسیح توی کتاب مقدس در کتب عهد بهش اشاره شده و وجود داره رو میشه به همین نحو فهمید مثلا فرماندارانی که مسیح رو مصلوب میکنن سربازانی که به مسیح نیزه میزنن و سربازی که به مسیح سرکه مینوشن میگه تمام این پیشگویی هایی که در مورد این اشخاص شده رو میشه به همین نحو فهمید که اگر این اشخاص میخواستن میتونستن کار دیگه رو انجام بدن ولی خدا اشخاص رو انتخاب میکرد که این اعمال روی تصمیمات رو آزادانه بگیرن به نحوی که اراده آزاد اونها مختوش نشه در این حال هم اراده خدا در نبوت ها و پیشگویی هایی که در عدتیق وجود داره انجام میشه و این نبوتها ها به کمال برسه و کلام خدا به بر زمین نخوره برمان این, این صحبتی هستش که گریگوری بوید در این قسمت در مورد اشخاص و نبوت هایی که مشخص در مورد اونها شده انجام میده و بعد وارد بخش دیگه میشه که به فیض خود اگر اجازه بدید توی صحبتهای بعدی بهش مطرح بکنیم و امیدوارم هستم که این صحبتهایی رو که داریم انجام میدیم باعث سردرگمی بعضی از عیزان نشه میدونم که این صحبتها معمولا مطرح نمیشه چون بعضی زیاد بهش علاقه ندارن ولی عیزانی که مثل من به این مسائل علاقه دارن خب دنبال خواهند کرد اگر سوالی هست رو میتونید توی کامنت ها بگذارید اگر نظری دارید در این قسمت یا صحبت های شما میتونه کامل تر بکنه و بازتر بکنه صحبت های بنده رو و صحبت هایی که گریگوری بوی تو این بخش میکنه رو دوست داریم بشنویم و ما هم بیشتر در مورد این مسائل تعمق بکنیم خدا برکتتون بده مرسی که دارید بنده رو تعامل